سرخط خبرها. ازبکستان طرفدار منزوی شدن طالبان نیستیم. امریکا نحو خروج از افغانستان در دیگر کشورها تکرار نخواهد شد. رهایی دو فرد ربوده شده از چنگ آدم ربایان در بلخ. و خبر خوش و شوکه کننده در مورد جبهه مقاومت ملی در ولایت خوست. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر اسپیده های این چینل خوش آمدید. ازبکستان طرفدار منزوی شدن طالبان نیستیم. عبدالعزیز وزیر امور خارجه ازبکستان اعلام کرد که کشورش طرفدار منزوی شدن طالبان در جهان نیست. آقای عبدالعزیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رسانه ها گفته است که کشورهای جهان باید وارد گفتگوی سازنده با حکمان جدید افغانستان شوند و گفته او افغانستان نباید در این مرحله دشوار منزوی شده و مردم آن با این همه مشکلات تنها گذاشته شوند. وزیر خارجه ازبکستان وضعیت افغانستان را فاجعه بار توصیف کرده و از کشورهای جهان خواسته که با رفع تحریم ها، اجازه دسترسی طالبان به دارایی های مسدود شده و ایجاد دهلیز های کمک های بشر دوستانه به این بحران پایان بخشند. او همچنین از طالبان خواسته که با تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام گذاشتن به حقوق مردم و تعهدات بین المللی خود عمل کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، آیت از ازبکستان به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرد. یک آیت از طالبان نیز در هفته های گذشته به تاشکند و با مقامات ازبکستان درباره مسائل اقتصادی، تجاری و کمک های بشر دوستانه گفتگو کرد. امریکا نحو خروج از افغانستان در دیگر کشورها تکرار نخواهد شد. وزارت خارجه امریکا با تاکید بر خروج سری شهروندان امریکایی از کشور افریقایی اوتوپی اعلام کرد که نحو خروج نظامی از افغانستان در اوتوپی و دیگر کشورها تکرار نخواهد شد. نایت پرس سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه بار دیگر از امریکایی های مقیم اوتوپی خواست که هرچی سریعتر این کشور را ترک کنند و تاکید کرد که خروج نظامی مشابه آنچه در افغانستان صورت گرفت رخ نخواهد داد. این درخواست پس از بالا گرفتن درگیری میان شورشیان جبهه آزادسازی و دولت فدرال اوتوپی برای چندمین بار از سوی وزارت خارجه امریکا و سفارت امریکا در آبابا صورت گرفته است. وزارت خارجه امریکا همچنین گفته کسانی که توانایی خرید تکت برای سفر تجاری را ندارند، سفارت برایشان همکاری خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در جمع خبرنگاران گفت که هشدارهای امریکا به شهروندانش در این زمینه به خاطر بدبینی و ناامیدی از چشم انداز صلح در اوتوپی نیست، بلکه به این دلیل است که ما عملگرا هستیم. وی افزود ما نگرانیم تصور نادرست در میان شهروندان وجود داشته باشد، مبنی بر اینکه آنچه در افغانستان رخ داد میتواند توسط دولت امریکا در سایر نقاط جهان هم تکرار شود. او تاکید کرد که کاری که ما در افغانستان انجام دادیم منحصر به فرد بود و ایجاد یک خط هوایی نظامی برای حدود 1,25,000 نفر چیزی نیست که دولت امریکا بتواند در جای دیگر هم تکرار کند. رهایی دو فرد ربوده شده چنگ آدم ربایان در بلخ. رسانه های تحت کنترل طالبان از رهایی دو فرد ربوده شده از چنگ آدم ربایان در بلخ خبر دادند. با گزارش خبرگزاری باختر، نیروهای طالبان در این مورد 6 آدم ربا را نیز بازداشت کردند. مسئولان امنیتی طالبان گفتند دو نفر که یک هفته پیش در شهر مزار شریف ربوده شده بودند، رها شدند. آدم ربایی همچنان یک چالش جدی امنیتی در شهرهای کشور از جمله مزار شریف است. عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ پیش از یک سال است که در چنگ آدم ربایان است و در حال حاضر از سرنوشت او خبری نیست. مسئولان امنیتی دولت پیشین در رهایی عبدالرؤوف ناکام ماندند. این در حال است که اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان به مقامات بلخی هشدار داده بود که اگر طی چند روز عبدالرؤوف را آزاد نکنید، همه آنها را برکنار خواهد کرد. امرالله صالح معاون اول هم از قبل آزادی این کودک که در آن زمان 9 سال داشت طی 15 روز را داده بود. انتشار ویدیوهای شکنجی آن کودک خشم عمومی را در افغانستان علیه آدم ربایی و مسئولان امنیتی دولت پیشین در پی داشت. تا
طالبان هم تا اکنون موفق به آزادی او نشدند. آدم ربایان چند پیش محمد نبی پدر کودک ربط شده را به شدت زخمی کرده بودند. مرد در جوزجان به اتهام فروش 130 زن بازداشت شد. مقامات امنیتی طالبان در ولایت جوزجان میگویند که یک تن به اتهام فروش 130 زن شوهردار در شهر شبرغان بازداشت شده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، ملا سراج فرمانده پلیس طالبان برای جوزجان گفته که نیروهای این گروه در یک اقدام تازه مرد را بازداشت کردند که 130 زن را با قصد فروش به ولایت های دیگر انتقال میداد دستگیر کردند. سلام وطندار به نقل از فرمانده پلیس جوزجان نوشته که نیروهای طالبان با راه‌اندازی چندین عملیات هدفمند این مرد را بازداشت کردند. این فرمانده پلیس جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است. همچنان خبر شوکه کننده، حمایت گروه جوانان در خوست بغلان از جبهه مقاومت. گروه چریکی جبهه مقاومت در خوست بغلان اعلام موجودیت کرد. با گزارش اسپوتنیک، یک نوار تصویری که در اختیار آماج نیوز قرار گرفته نشان میدهد که گروه چریکی در ولسوالی خوست ولایت بغلان حمایتشان را جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود اعلام کرده و میگویند که تا آخرین قطره خون در برابر طالبان میستند. این در حال است که گروه جوانان در ولایت کابل نیز چند قبل در یک نوار ویدیویی در حمایت از جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و ایستادگی در برابر طالبان سخن میگویند. پیش از آن یک گروه دیگر جوانان حامیان مسعود در ولایت تخار در شمال شرقی افغانستان همچنان حمایت خود را از جبهه مقاومت اعلام کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در دره پنجشیر ایجاد شده و بر علیه طالبان میجنگد. این جبهه میگوید که برای آزادسازی، عدالت و دستیابی به حقوق اساسی تمام مردم افغانستان در برابر طالبان مقاومت میکند. طالبان در تاریخ 15 اگست سال 2021 وارد کابل شد. از آن زمان به بعد ارائه خدمات عمومی در کشور تعطیل شده و اغلب نیروهای متخصص از کشور فرار کردند. حالا پیش از 2 ماه زمان ورود این گروه به پایتخت میگذرد و هنوز اکثر ادارات دولتی که خدمات عمومی ارائه میکردند تعطیل هستند. امریکا و تروریسم، جنگ که ناتمام ماند. خبرگزاری افاق، هشدار سری جان بولتن از کنشگران رادیکال در عرصه سیاست امریکا محسوب می شود و درباره خطر وقوع حمله تروریستی از مبدل افغانستان توسط داعش و القاعده طی ماه‌های آینده تنها یکی از واکنش‌های جدی درباره پیامدهای عملکرد فاجعه‌بار جو بایدن و دولت او در این خروج غیرمسئولانه از افغانستان است. جان بولتن مشاور امنیتی ملی پیشین ترامپ میگوید 3 ماه پس از خروج امریکا از افغانستان، ایالات متحده فقط 6 ماه با حمله تروریستی فاصله دارد.